گزارش جدید فریدام هاوس یا خانه آزادی درباره آزادی اینترنت در نقاط مختلف جهان میگوید از میان 60 کشور مورد مطالعه ایران بدترین رتبه را در یک سال گذشته داشته است این گزارش نشان میدهد که حتی کشورهایی مانند کوبا، چین، روسیه، ازبکستان، اتیوپی و بحرین که به عنوان کشورهای نقض کننده آزادی های اینترنتی شناخته می شوند وضعیتی بهتر از ایران دارند این گزارش در نقطه مقابل ایران و دیگر کشورهای غیر آزاد از 17 کشور نام می برد که مردم آنها از آزادی اینترنتی برخوردارند. بر این اساس پس از ایسلند به ترتیب کشورهای استونی، آلمان، ایالات متحده، استرالیا، فرانسه، ژاپن، مجارستان، ایتالیا، بریتانیا، فیلیپین، گرجستان، آفریقای جنوبی، آرژانتین، کنیا، اوکراین و ارمنستان قرار گرفتند. این گزارش کشورهای مورد مطالعه را به سه دسته آزاد، نسبتا آزاد و غیر آزاد تقسیم کرده است که امتیازات آنها از صفر تا صد متغیر است. هر کشوری که مردم آن از آزادی بیشتری در حوزه اینترنت برخوردارند، امتیاز آن به صفر نزدیکتر است و برعکس، کشوری که بیشترین محدودیت اینترنتی را دارد به نقطه 100 تمایل بیشتری پیدا می کند. بر این اساس ایسلند با 6 امتیاز به عنوان آزادترین کشور و ایران با 91 امتیاز به عنوان بدترین کشور از نظر آزادی اینترنت معرفی شده است با روی کار آمدن حسن روحانی انتظار این بود که در راستای رفع فیلترینگ گسترده و آزادی اینترنت در ایران اقداماتی انجام شود که تا کنون البته هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده است در همین راستا دو روز پیش حسن روحانی رئیس جمهور ایران به پرسش مدیر توییتر درباره فیلتر بودن این شبکه اجتماعی در ایران پاسخ داد. جک دورسی مدیر و از بنیانگذاران شبکه اجتماعی توییتر پیش از این در یکی از توییت خود به رئیس جمهور ایران عصر به خیر گفته و از او پرسیده بود آیا مردم ایران می توانند توییت شما را بخوانند؟ حسن روحانی که حسابی کاربری در توییتر به نام خود دارد در پاسخ آقای دورسی در توییتر خود نوشته که دسترسی آزاد به اطلاعات جهانی را حق مردم ایران میداند و در راه تحقق این حق تلاش می کند. توییتر و فیسبوک دو شبکه اجتماعی پر مخاطب هستند که هر دو از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران فیلتر شدند. فریدام هاوس مهر ماه سال گذشته نیز از ایران به عنوان یکی از محدودترین کشورها در زمینه آزادی اینترنت نام برده بود. به جز این یکی از آخرین گزارش های این مؤسسه درباره آزادی مطبوعات که اواسط اردی به هشت سال جاری منتشر شد نیز ایران را از میان 197 کشور جهان در رتبه 191 قرار داده است که مجموع این گزارش ها و اخباری که در رسانه های جهانی باستا پیدا کرده است باعث شده مقامات دولت جدید ایران به دفعات به پرسش هایی درباره وضعیت آزادی اینترنت و مطبوعات در کشور مواجه شوند.